أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همه انبیاء صاحب دین، این انبیاء اولو العزم که دین تازه آورده اند، اینها موفق می شوند که دین خودشان را به مردم برسانند. این وظیفه اولیه آنهاست، این وظیفه رو باید بتوانند انجام بدهند و می توانند، و خدای متعال کمک می کند آنها به طور کامل دینشون رو به دست مردم میرسونن. حالا نمونهش رو ما در پیامبر خودمون داریم که یه روزی از اواخر عمر مبارکش فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی خدا فرمود به دست مردم همه چیز رسیده بود. البته جز همه چیز امیرالمؤمنین بود، بدون امیرالمؤمنین همه چیز نبود، با امیرالمؤمنین همه چیز بود. حالا در اصل همه چیز دین به دست مردم رسیده بود، این باید بشه، فرض نداره یه پیغمبر بیاد نتونه نصف کار کارشو بکنه، این امکان نداره. یعنی خدای متعال یه کاری میکنه، یه جوری کمک میکنه که بتواند پیامبر حرفشو به مردم کاملا برسونه، چیزی نفهمیده نمونه. براتون مکرره اون قدیما اینو حرفو تکرار من میکردم که مثالی نمونه داستان عصمت اهل البیت را در آیه تطهیر، اینو پیامبر روایات میگوید 7 ماه، بعضی روایت میگه 9 ماه، بعضی روایت میگه 11 ماه، تا 17 ماه هم گفتن که پیامبر بعد از نزول آیه تطهیر که دلالت میکند بر عصمت 5 تن، که اون روز 5 تن بودن دیگه از اهل بیت، مجموعاً 5 تن بیشتر نبودن، این 5 تن بزرگوار اینها معصومند، خدا آنها رو معصوم قرار داده است. این رو عرض کردیم 17 ماه، 11 ماه، ما حتی وسط میگیریم 11 ماه میگیم، 11 ماه تمام. حداقل بعد از نماز صبح هر روز پیامبر این آیه رو در خونه اهل بیت میامد میخوند، از خونه خودش بیرون میامد، وقتی که برای نماز ایشون رو میامد بلال صدا میکرد، ایشون میامد در خانه، از خونه خودشون میامد بیرون، میرفت در خانه امیرالمؤمنین، آیه رو در این خونه میخوند، میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همه میفهمن اهل این خونه، این آیه اهل این خونن، نه اهل خونه خودش. اینو نشون داد یه جوری که همه میفهمن بفهمن. خب پیامبر از دنیا رفت، اما قبل از رفتن پیشگویی فرموده بود که از این دینی که من آوردم کامل 100% در اختیار شما گذاشتم هیچیش نمیمونه. حالا این هیچیش نمیمونه رو یه کمی من چیز کنم، فرق دین ما و ادیان گذشته این است که در ادیان گذشته حتی اسمش هم در عدس رفته. میگیم دین یهود، دین یهود یعنی چی؟
یعنی مسیحیت. مسیحیت یعنی چی؟ این اسم داشته دین خدا، ان الدین عند الله الاسلام. این اسم ادیان آسمانی بوده، این اسم اسم همه ادیان آسمانی بوده. چرا شد دین مسیحیت اسمش هم دست خورده؟ پیامبر میفرمود که در این دین من اسم دست نمیخوره. حج حج، نماز نماز، روزه روزه است، اسم دین اسلام، پیغمبر اسمش درسته، دست نمیخوره، اسما دست نمیخوره. پس چی داشت؟ چه چیزی از دین دست میخوره؟ حقیقت دین. حجش رو زیر رو کردن، نمازش رو زیر رو کردن، خمسش رو زیر رو کردن، زیر رو کردن، زیر رو کردن، زیر رو کردن، از این هیچ چیز نمان. پیغمبر فرموده بود که از اسلام من فقط اسمش میماند، از قرآن من فقط چی فرموده بود؟ رسمش. این رسم الخط، این رسم الخط همون رسم الخطی است که زبان پیغمبر بوده، یه ذره فرق نکرده، نید یه ذره فرق نکرده. این قرائات هفتگانه و دهگانه و صدگانه همه بی خوده. قرآن همین است که اینجا نوشته، نه یه ذره کمه، نه یه ذره زیاد، اونا بی خوده. این هم از این میگذاریم. خب وقتی که همش پیشگویی کرد، خب چی؟ پس من از دنیا میرم، با فاصله 10 سال، 20 سال، 30 سال هیچی نمیمونه. ببینید از این واضح‌تر روشن‌تر، 50 سال بعد از پیغمبر، امت پیغمبر جمع شدن، خاندان پیغمبر رو قتل عام کردن. از این بدتر ممکنه؟ 50 سال بعد از پیغمبر، یزید یعنی خبیث‌ترین، کثیف‌ترین، نامربوط‌ترین آدم شده خلیفه پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی اولوالامر، اولوالامر قرآن شده یزید. خب از این زیرو بیشتر چی میخواین؟ زیروی معنوی ها. اولوالامر دست نخورده، این لفظ قرآنی مونده، اما معنیش چی شده؟ شده یزید. این میگه خب حالا چی؟ پس خدای متعال دین رو میفرسته، هر مثلا 100 سال یه دین میفرسته، بعد اون رو نابودش میکنن. نشد که. در تمام پیامبران رو گذاشتم این بوده، یه اوصیایی داشته از پیامبر، یعنی حضرت موسی یه مجموع اوصیا داشته، حضرت عیسی یه مجموع اوصیا داشته، حضرت ابراهیم یه مجموع اوصیا. اینها حافظان دینه، یه کاری میکنن دین در اختیار بمانه. یعنی اگر کسی بخواهد بتواند، اگر کسی بخواهد بتواند. امروز ببینید اون دینهای دست خورده، مذهب دست خورده، اون برای عالم پره دیگه. و کسی بخواهد میتواند دین پیغمبر رو به دست بیاورد. کسی بخواهد، بخواهد. خب اون کسی که توانسته از این دین را، حالا این دین و همه ادیان گذشته رو سالم در دسترس نگه دارد، که اگر کسی بخواهد بتواند، اون ائمه بعد از پیامبرانند. بفرمایید اوصیاء پیامبرانند بعد از پیامبران، خلفا، ما حال این الفاظ میگیم، خلفای پیغمبرند بعد از پیغمبر، خلفای این پیغمبر بعد از پیغمبر، خلفای حضرت عیسی بعد از عیسی، خلفای حضرت موسی بعد از حضرت موسی، همچنین تا پایان. یعنی از حضرت آدم ما وصی داریم، وصی حضرت آدم چیس بوده، همینطور بعدش کی بوده، بعدش کی بوده، بعدش کی بوده، هست تو تاریخ اسمشون. بعد از حضرت ابراهیم، وصی حضرت ابراهیم کی بوده، بعدش کی بوده، بعدش کی بوده، بعدش کی بوده، حضرت موسی بعدشون کی بوده، کی بوده، کی بوده. خب اینا وظیفه شون است که دین را بکوشند، خودکشی کنند. خودکشی کردن دیگه، ائمه ما خودکشی کردن، که دین در دسترس، ببینید در دسترس بماند. نه صاحب قدرت نبود دیگه، میدونید بعد از پیغمبر
بعد 4 سال دوران امیرالمؤمنین همین تموم شد، همه دست کافراست، ظالماست، آدم کشاست، همه این چیزایی که میدونیم دیگه، یزید و معاویه و فرق نمیکنه. تمام دوران قدرت دست دشمنان است، اما معجزه این خلفای پیامبران این است که توانستند در این فشار و خفقان و قتل عام و شکنجه دین را در دسترس مردم نگه دارند، مردم بتوانند اگر بخواهند بتوانند دستشون برسه. خب حالا این رو باز برمیگردیم به ائمه خودمون. همه ائمه ما تقریبا میدونید که بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین چند نفر داشت؟ چند نفر یاور داشت؟ 3 نفر. و 3 نفر میشه کاری کرد؟ خودش فرموده بود که 40 نفر صاحب عزم داشتن. 40 نفر صاحب عزم یعنی وقتی وای میسه، وای میسه، نه از مرگ میترسه نه از هیچ چیزی دیگری، صاحب عزم میمانه اونجا که باید بمانه، میمانه پشت سر امامش باید باشه، میسته تا آخرین نفسش میسته. از اینا 40 نفر اگه داشتم من قیام میکردم، حالا به قول ما ها حقمو میگرفتم، اما خوب نبود دیگه. اگر من میستادم هم خودم کشته میشدم، هم همه خانواده، و هم من نیوردن آتش در خونه، گفت این خونه دختر پیغمبره، گو باشه. اگه اهل اون خونه رو آتش می‌زدن چی باقی میمون؟ هیچ. امام اول و 2 امام بعد نابود می‌شدن، پس هیچ چیز باقی نمی‌موند. نسل بعد چی؟ نابود شد. امام حسین رأس دیگه، رأس ائمه بعده، خونم در 6 سالگی کشته می‌شد، چیزی نمیموند. نباید میستاد، اما کاری که باید بکند کرد. امیرالمؤمنین کاری که باید بکند کرد، یعنی حالا توضیح عرض میکنم، یعنی اگر امیرالمؤمنین نبود، اون زحماتی که ایشان کشید در دوران عمر مبارکش بعد از پیغمبر که 30 سال بود دیگه، 30 سال عمر مبارکشون بعد از پیغمبر بود، امروز 1 نفر از ماها مسلمان نبود. مسلمان ها، مسلمان نبود اصلا، روی کره زمین مسلمان نبود. هر کی مسلمان بود مذهبش مذهب یزید بود، بر مذهب یزید بود، اگر مسلمانی بود بر مذهب یزید بود. فقط همین چند سال عمر مبارک امیرالمؤمنین چون بود، اسلام امروز در دست ما هست. بعد از ایشان دوران حضرت مجتبی 10 سال بود، اگه این 10 سال حضرت مجتبی نبود از اسلام هیچ چیز نبود، هیچ چیزا. نه نماز بود، نه نبود، نه امامت نبود، نماز بود، امامت نبود، حج بود، هیچی نبود، نه توحید بود، نه نبوت بود، نه معاد بود. براتون عرض میکنم، ببینید عجیبه، در مهمترین کتابهای اهل سنت، مهمترین، اونا میگن صحیح بخاری، صحیح بخاری رو میگن بعد از کتاب خدا قرآن، از این مهمتر، صحیحتر، دقیقتر چیزی نیست. کلمات همه کلماتی است که پیغمبر فرموده، یعنی رو لفظش، اگه اهل فن باشین، اگه یه لفظ اون تو وجود داره که خلاف قواعد زبان عربه، قواعد زبان رو دست میزنن، یه کلام پیغمبره، اینقدر اعتقاد نسبت بهش هست. فقط یه نکته میخوام، یه نکته میگیم رد میشیم، میگه روز قیامت خدای متعال میآید سوار بر یک مرکب به جمع مسلمان ها میآید، اما نه به قیافه ای قبلا میشناختن. خوب دقت کنید الفاظو، به قیافه ای که مردم آن قیافه را دیدند و میشناسن نمیآید، یه قیافه دیگه، قیافش عوض میکنه، گریم میکنه، یه قیافه دیگه میشه.
میاد بین مردم میگن نه ما تو رو نمیشناسیم، ما تو رو قبول نداریم، برو. حدیث از زبان پیغمبر عرض کرد، میگه حتی لفظش هم عین لفظ پیغمبره، لفظ هم دست نخورده، اینقدر دقیق و صحیحه. خب بعد ایشون خدا متعال میره و به اون قیافه قبلا ایشان را دیده بودن برمیگرده، ها میشناسیم تو رو، تو خدای مایی. ایشون جلو میفته، سوار مرکبه، حالا نمیدونم الاغ اسب چی، میره به سوی بهشت. همه این امت هم دنبال ایشون میرن به بهشت، حتی منافقین هم تو این جمعیت هم منافقین هم میرن تو بهشت. قرآن میگه منافقین در درک الاسفل من النار، در بدترین جایگاه جهنم هم. این حدیث میگه که اینا همراه خدای خودشون دنبال اسب و الاغ خدای خودشون را میفتن. ببینید اینقدر این خدا که خدا نیستش، پیغمبرش رو نمیتونم بگم، اینقدر بده. پیغمبرش هم پیغمبر نیست، امام هم که ندارن. نمازش چی؟ نمازم به باد. روزه چی؟ حج چی؟ خمس چی؟ پیغمبر فرمود اسمش فقط میمانه. خب ما چرا الان اونا رو قبول نداریم؟ چون امیرالمؤمنین بود، چون امام حسن صلح کرد. اگه صلح نکرده بود نابود شده بود، هیچ چیز از دین نمیموند، هیچ چیز. صلح برای حفظ دین، صلح برای حفظ دین. امام حسین اگه کشته میشد چی میشد؟ هیچ چیز از دین نمیموند، هیچ چیز. حضرت زین العابدین، اگه حضرت زین العابدین علیه السلام نبود چی؟ هیچ چی نمیموند، هی بشمرید. حضرت باقر نبود، حضرت صادق نبود، حضرت موسی بن جعفر نبود، همینطور. آقا حرف اینه، ببینید یک امپراتوری، من میگم امپراتوری، حالا اون قبلیاش هم همینطور بوده ها، حالا ما میگیم امپراتوری بنی امیه، امپراتوری بنی امیه بر سر کار است، یکی از قدرت‌های بزرگ جهان است. یعنی اگر دو تا ابرقدرت وجود داره، یا ابرقدرت دولت رومه، یا ابرقدرت دولت مثلا بنی امیه است، نمیخوام بگیم اسلام، دولت بنی امیه است، ابرقدرت. این ابرقدرت میخواهد از اسلام هیچ چیز نماند، این عمر قدرت میخواهد از اسلام هیچ چیز نماند، هیچ چیز، فقط اسمش بمونه، من به عنوان به اسم او حکومت کنم، همین. خب از اسلام چیزی نماند، کی در مقابلشون، چه لشکری در مقابل این قدرت؟ از بگنم بیا عبر قدرت میخواهد از اسلام هیچ چیز نماند. توضیح داره ها، نمیتونم از کنم، وقت نیست. یه نفر حضرت مجتبی تنها چند تا یاور داشت، یاوری که پایشون میستن، سه نفر چهار نفر. امیرالمومنین چند نفر داشت؟ یه وقت خدمت حضرت صادق علیه السلام یکی از اصحاب عرض کرد که آقا ما خیلی کمیم. فرمود که در رکاب امیرالمؤمنین چند هزار نفر شمشیر می‌زدند، در جنگ صفین مثلا بفهمید 100 هزار نفر شمشیر می‌زنند، در رکاب هم کشته میشه، شهید میشه، اما در میان اون جمعیت 5 نفر هم نیست که چون امام بدونه، همشون خلیفه چهارم میدونن، فقط آدم خوبیه، میدونن آدم خوبیه. بابا 100 هزار نفر، حالا عددش دقیق نمیخوام بگم، 100 هزار نفر در رکاب امیرون شمشیر میزنه، کشته میشه، شهید میشه، اما 5 نفرشون امام میدونن. از صادق فرمود، این گفت آقا ما چقدر کمیم. حالا مثلا اون یه مثال هم زدی که نمیخوام، مثلا ما فرض کنم 30 نفر نیستیم،
فرمود که اون زمان که کمتر بود، به اون جمعیت عظیمی که در رکاب شمشیر میزنند، تعداد کسانی که از ما هستند، یعنی شیعان امامشون رو میشناسند، حالا عدداش یادم نیست، نمیدونم چه لفظی فرمود، مثلا میگیم که 10 نفر هم نیست اینجور. خب پس امیرالمومنین تنهاست. اون پیرمردایی که دور و بر امیرالمومنین مثل سلمان و ابوذر مقداد، اینا همه در این دوران وفات کردند. امیرالمومنین فقط یه نفر داشت، عمار یاسر، که پای امیرون وای میستاد. یه نفر، یعنی به عنوان امام ها، یه نفر از امیرون دفاع میکرد. دلیل حقانیت امیرالمومنین، عمار یاسر دلیل حقانیت امیرالمومنین بود. چرا؟ چون یه روزی پیغمبر فرموده بود که عمار مع الحق. اینو مردم شنیده بودن؟ تمام اصحاب پیغمبر که در رکاب امیرالمؤمنین بودن دنبال عمار را میرفتن. بابا عمار خودش خاک پای امیرالمؤمنینه، نمیفهمن. دنبال عمار، عمار میرفت بالا یه کوهی، اینا دنبالش میرفتن بالا، میامد پایین دنبالش میرفتن پایین. یه خزیمه نام هست از اصحاب پیغمبر، خیلی مرد فوق‌العاده بزرگوار. پیغمبر شهادت او رو 2 شهادت حساب کرده بود، میگفتن خزیمه ز شهادتین. این یه شمشیر نزد در رکاب امین در جنگ صفین تا عمار شهید شد. شنیده بود پیغمبر فرمود عمار رو اون دسته ناحق میکشن، حالا تازه یقین کرد که ناحق معاویه است. اینقدر اینو میخوام عرض کنم، امیرالمومنین یه نفره وایساده در اون جایی که باید بایسته برای وظیفه حفظ دین. یه نفر بود. این 3 نفر پیرمردم که سلمان مثلا در مدائن فرستادنش، در مدائن فوت کرد، ابوذر تو بیابونا فوت کرد، و مقدادم در عصر خلیفه سوم از دنیا رفت. هیچ کس نیست، هر کس فقط یه عمار یاسر مونده. بعد حضرت مجتبی چی؟ ایشون هم یه نفر است. یه نفر واشتر در مقابل دولت مقتدر معاویه. امیرالمومنین یه فرمایش فرمود، من حاضرم صرافی کنم، 10 تا از شماها رو بدن، یه نفر از یاران معاویه رو بگیرن. پای اون وایستادن، جمعیت که اومده اگه 100 هزار نفره، 100 هزار نفر وایستاده پاش. هم پای امیرالمومنین چی؟ شمشیرش رو به سوی امیرالمومنین گفتن که اگر نگی مالک اشتر برگرده. مالک اشتر رسید کنار خیمه معاویه، یعنی مثلا یه رو بهش وقت میدادن معاویه تموم شده بود، همه چی تموم شده بود، امیرالمومنین پیروز شده بود. نذاشتن، گفتن میکشیمه، همونطور که عثمان رو کشتیم تو رو میکشیم. فرمود به مالک برگرد، گفت 10 دقیقه یه رو به من وقت بدید. فرمود اگه برگردی دیگه کسی نیست، منو کشتم تموم شده. مجبور شد برگرد، تنها بود، تنها باید بایستد و دین را حفظ کند. تنها ایستاد، بلا و زجرش رو کشید. بلا کشید امیرالمومنین، بلا کشید، بلا کشید. و آن کاری که به عنوان وظیفه حفظ دین داشت، حالا توضیح میخواد، انجام داد. بعدش حضرت سید الشهدا هم میگه، از سید الشهدا سلام الله علیه از همه ائمه خوشبخت‌تر بود، چون 72 نفر یاور داشت. ببینید این که میگن حضرت صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، اینو میگن دیگه، سند داره، حرف درسته. اما یکی از اون شاگرد ابو حنیفه است. ابو حنیفه کیه که در برابر امام وای ساده؟ یکیش منصور دوانیقیست که امامو کشته. پس نگید 4000 نفر، همون 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، حالا عددشو دقیق رو نمیتونیم بگیم، 20 نفر، 30 نفر، اما تنها امام ایستاده.
در برابر اون امپراتوری بزرگی که میخواهد همه چیزو از بین ببره. بعد حضرت موسی بن جعفر باز در برابر یک امپراتوری ایستاده. هارون گفته بود که ابرها برید ببارید، هر جایی ببارید بر ملک من میبارید. خیلی قدرتمند بود حضرت موسی بن جعفر ایستاده. هارون اومده بود به زیارت مثلا مدینه، سر قبر پیغمبر ایستاده، عرض میکنه السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو. میخواست من پسر عموی این پیغمبرم، جانشین برحقم، درسته. حضرت موسی بن جعفر اونور ایستاده فرمود که عرض کرد السلام علیک یا ابن، بخشید یا ابن یا ابتاه، مثلا لفظ یادم رفت، پدر سلام بر تو ای پدر. بشکنه حرف هارون رو کار ندارم. حضرت موسی بن جعفر چند نفره باسم؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر. اون که وظیفه‌اش بوده برای حفظ دین یه نفر انجام داده. ببینید من عرض میکنم در برابر یک امپراتوری بزرگ که همه چیز قدرت، ثروت، سرباز، عالمی که مزدور آنهاست و برای اونا کار میکند، قاضیانی که برای اونا کار میکنند، ابو حنیفه رو هارون کرده امام یک جمعیت بزرگ. امروز در عالم مثلا شاید از اهل سنت مثلا 600-700 میلیون نفر از ابو حنیفه تقلید میکنن. چرا؟ چون یه روزی هارون پشت سر این بوده و او رو تایید کرده. امام موسی بن جعفر چند نفر بوده؟ یه نفر بوده. چقدر پول داشته؟ هیچی نداشته. چند نفر یاور داشته؟ 4-5 نفر داشته. اون مدتی هم که زندان بوده که زندان بوده دیگه. حضرت رضا همچنین، حضرت جواد همچنین. پس معجزه کردن، معجزه کردن در برابر یک جریان قدرتمند، ثروتمند، بی رحمه که سر میبرن به مثل آب خوردن. اگه گیر بیارن. حالا حضرت صادق علیه السلام رو یه ذره بیشتر توضیح عرض میکنم. خب در مقابل این قدرت ایستاده، باید حرف خودشو به مردم برسونه، مثل که جدش حرف خودشو به مردم رسونده. ایشون باید حرف خودشو، که حرف جدشه دیگه، هیچی کم و زیاد نداره. دقت کنید ائمه ما یک کلمه، یه حرف اضافه از حرف جدشون ندارن. امامه یعنی چی؟ یعنی بلندگوی پیغمبره. پیغمبره یعنی چی؟ یعنی بلندگوی خداست. یه کلمه اضافه داره؟ نه. یه ذره؟ نه. کم میکنه؟ نه. زیاد میکنه؟ نه. حضرت باقر پس با یه قدرتی منصور، آقا سر میبرید. سادات رو سر میبرید. زورم تو مجلس عرض کردم، یه کلید سپورت منصور داشت میرفت حج، حالش خیلی جا نبود، میترسید تو این سفر بمیره. کلید داد به عروسش، زن ولیعهد، این کلید دست تو باشه، اگه من تو این سفر مردم، وقتی شوهرت آمد، شوهرش مسافرته، مثلا جنگی رفته بود که حالا جانشین منصوره، مهدی بود اسمش، مهدی وقتی اومد شما کاراتون قرار گرفت، دولتتون برقرار شد، یه زیرزمینی توی کاخ ما هست، برین زیرزمینو باز کنید، این کلیدشه، ببینید توش چیه. خب انجام شد و اینا بر سر کار قرار گرفتند و مهدی آمد و با همدیگه در حسار رفتن، زن و شوهر رفتن در اینجا رو باز کردن، دیدن تو این زیرزمین بزرگ جنازه خوابیده، همینطور در کنار هم. اولین کار کردن رو سینه نوشته فلانی پسر فلانی پسر امام حسن، مثلا حسن پسر حسین پسر امام حسن، نفر دوم حسن پسر مثلا تقی، مثلا چی، همه فرزندان امام حسن، امام حسین، همه سادات بنی هاشم از خاندان پیغمبر، پیرمرد جوان.
مثلا بچه بزرگسال. حال مهدی به هم خورد. اون پدر خونخوار دستور داده، خودش هم شاید بالا سرشون وایساده، سر اینا رو بریدن. حالا یه داستانم برای زمان هارون عرض کنم. یه فرمانده بزرگ داشت به نام حمید ابن قحطبه، تو این مثلا چیزام شاید اسمش آمده. این یه کسی مهمان ایشون بود، روز اول ماه رمضان بود. دید فرمانده گفتش که آقا خب غذا بیاورید. سفره آوردن، اینم اولش یادش نبود که امروز اول ماه رمضان. سفره آوردن، بعد آب دست آوردن، دستاشون رو بشورن، غذا بخورن. و یادش اومد که امروز ماه رمضان. گفت امیر مریضم؟ نه. مسافری مثلا یه چیزی بوده؟ نه. پس چرا روزه میخوری؟ اشک از چشمش ریخت. چی شده؟ گفت یه شب منو هارون خواست. گفت تا کجا پای ما هستی؟ گفتم تا جان و مالم. برو. یعنی وقتی منو خواست، من ترسیدم امشب میخواد سر منو ببره. کفن پوشیدم اومدم. برو. رسیدم خونه، مثلا فرض کنم یه چای آوردن بخورم، مأمور اومد بیا. من رفتم. گفت تا کجا هستی پای ما؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم. برو. بار سوم مأمور اومد، این بار گفت تا کجا هستی؟ گفتم جانم، مالم، ناموسم، دینم. باش ببینیم غلام بهت چی میگه. دست من اون غلام گرفت، برد توی حیاتی، دور تا دور حیات اتاق بود. گفت خلیفه دستور میده اینا که توی این اتاق هست بیاری سر ببری بریزی توی این چاه. من رفتم در رو باز کردم، دیدم سادات انقدرم تو این چیز موندن که سر و رو موا ریخته، مثلا چندین ماه اصلاح نتونسته بکنه، زندان در بسته. کشتم. رسید به آخرین نفر، یه پیرمرد بود. گفت جواب جد ما رو چی میدی؟ دستم لرزید. قرآن گفتش که سرت به باده. نفر آخرشم کشتم. من بعد از کشتن 60 نفر سادات که با یه واسطه دو واسطه به پیغمبر میرسن، به امیرالمومنین میرسن، من دیگه چیکار کنم؟ چی به درد میخوره؟ چه روزی به درد میخوره؟ اینجور. خب یه دولت اینجوری حضرت سادات در برابرش ایستاده، با دقیق حرفاشو برسون به شاگرداش. اگه ایشون حرفا رو نرسونده بود به شاگردانش، اگه شاگردان انتخاب نکرده بود که آنها دستورات تعلیمات ایشون رو به ما برسانند، امروز هیچ چیز نبود. این همطور اسلام امیرالمومنین همه دونه دونه تا برسه به این زمان. شاگردان بزرگ تربیت کرده است حضرت. شاگردان بزرگ یعنی وقتی فقیه تربیت کرده شده فقیه بزرگ عالم اسلام. اگه متکلم تربیت کرده، متکلم درجه اول، همه آدم های درجه اول، اما تعدادشون خیلی نیست. نمی شده، اگه جمعیت زیاد می شد همه در معرض خطر بودن. کار نداری، درستاد به وسیله شاگردانش اسلام رو به ما رسونده. ببینید مثلا شاگردان برجستش، حالا شما هم اسما رو یک کمی می شناسین، زراره هست، محمد ابن مسلمه، که محمد مسلم میگه من 30,000 حدیث از حضرت باقر شنیدم. اون وقتی که میگه من 16,000 حدیث از حضرت صادق شنیدم. کتابای ما پر است از احادیثی که این بزرگواران گفتن، کتاب نوشتن، کتابشون به دست صاحب کافی رسید. کافی که شنیدید، کتاب کافی به دست صاحب کافی رسیده، اون احادیث رو ایشون تو کتابش وارد کرده، حالا با چیز فنون خودشون. امروز ما مثلا تکبیرات الاحرام میگیم طبق دستورات حضرت صادق. دستورات حضرت صادق دستورات جد بزرگوارشه. ما دینمون دین پیغمبره فقط، هیچ جای دیگه همچی دین نیست. ما وضومون، غسلمون، روزمون، نمازمون، همه چیزمون همون وضو، غسل، نماز پیغمبره.
نه یه ذره کمه، نه یه ذره زیاده، دقیق صحیح. یعنی وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن همونجور ما نماز میخونن که ما میخونیم پشت سر ایشون، انشالله هممون خدا مرحمت کنه، خدا مرحمت کنه بشه که ما یک کمی از عصر ظهور و قدرت ایشان را درک کنیم. این نکته را عرض کنیم دیگه تمام. خب زمانه فقط ایشون با دولت مقابل نیست، دولتی که میخواهد همه چیز نابود کنه، مردمی که مردم مسلمان وقتی دیدن امامشون خلیفه بنی امیه است. خلیفه بنی امیه بینید یه حوض ساخته بود، این حوض پر از شراب میکرد، میرفت این حوض قوطه میخورد تا میامد بیرون مقداری از این حوض پایین اومده بود. اینقدر وقتی خلیفه پیامبر یه همچی آدم فاسق و فاجری باشه، مردم که مسلمون نمیمونن، یه جمعیت بزرگی شدن ملحد و زندیق. خب کسی هم که نیستش، که هیچ کس نیست، کسی دلش برای دین میسوزه با اینا مثلا مقابله میکنه. حضرت صادق هست، حالا داستان مفصل هست، برخوردی که حضرت صادق با زنادقه کرده، یک مجموعه جریان بسیار خطرناک رو جوانام کار میکردن، مثل همیشه که جوانا در معرض خطرن، خودشونم نمیدونن هر جای صدای چیز میاد ممکنه برن. این یک دسته. یه دسته عرضم به حضور، عرض کردم بنی امیه، بخشید ابو حنیفه یه فقه جدید اختراع کرده، میگن فقه رأی. میشینه خودش فکر میکنه، میگه خب این حرفی که پیغمبر زده مال قدیمه، به درد امروز نمیخوره. امروزی ها میگن یه حرفی که پیغمبر زده مال قدیمه، به درد امروز نمیخوره. من خودم فکر کردم بهتر از اونو استنباط کردم. میگن فقه رأی، یعنی این کسی که فقیه صاحب رأیه، خدا رأی دارد، پیغمبر رأی دارد، اینم یه رأی داره. مفصل امام باید با این مقابله کنه. کوتاه اومدم دیگه، عرضم تمام شد. یه جریان مفصل فقه رأی امام، یه نفره، بازم همون یه نفری که عرض میکنیم، یه نفره باید در مقابل این جریان بزرگ بیسته. جریانیاتون هست، عرض کردم که هارون کوشید فقهی که بر عالم اسلام حاکم است فقه حنفی باشد، اون به دردشون میخورد. منصور کوشید، منصور زمان حضرت صادق دیگه همه عصره، کوشید فقهی که بر عالم اسلام حاکمه فقه مالک باشه، مالکی ها هستن، فقه مالک باشد. کتاب مالک را نشر کرد در سراسر عالم اسلام، نه فقه پیغمبر، فقه مالک. حالا داستانهای اون مفصل، باز داستانهای مالک. عرضم تمام شد، وقتمون دیر شد. خب حالا آدم اگه یک کلمه چیز بفهمه خوبه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.